درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان. با ادامه آموزش چمای دلتا در خدمت شما هستیم. خب در این آموزش میخوایم نمودار رو با استفاده از تریگر پی ال سی بیایم ازش نمونه برداری کنیم. خب من یه دوباره میام توی مسیر هیستوریکال ترند گراف و یه نموداری رو اینجا اضافه میکنم که یک حالا مروری هم بشه برای نمودار. خب یه آدرسی رو اینجا براش در نظر میگیرم، مثلا توی نامریک یک مقداری رو براش در نظر میگیرم، مثلا D6. خب D6 رو اینجا در نظر میگیرم، میخواد D6 رو تغییر بده. اینجا هم پس توی historical buffer اینجا D4 بود، اینجا میذارم D6، درسته؟ اگر بخوام تنظیمات کلی رو انجام بدم میتونم گزینه اینجا علامت مدادی که هستش ادیت بافر، خب شد D6. اینجا به جای تایمر ما میخوایم PLC استفاده کنیم. قبلا تایمر بود و مثلا 5000 میلی ثانیه، هر 5 ثانیه یه دونه نمونه میگرفت. حالا میخوام به جای تایمر PLC باشه. خب وقتی که PLC هست هیچ تریگر و هیچ آدرس اینجا وجود نداره. خب باید چه کار بکنیم؟ ما میایم بقیه کارهاشو انجام میدیم، بقیه کارهایی که مربوط به اصطلاح قسمت هیستوری بافر هستش. انیبل رو من میذارم 1، بعد اینجا سه رقم کافیه، میخوام تا 500 تغییر بکنه، از 0 تا 100 اینو میذاریم 0 تا 500. رنگش هم مثلا میگم قرمز باشه و لاینش هم مثلا 4 باشه، میشه این نمودار ما هستش. حالا یه سری برای نمایش و اینا میتونیم اینجا که خب مینیمم ماکسیمم شد 500، اینجا هم 3 رقم، اسکیلش هم میگیم سمت چپ باشه و اینم از حالت قبل یادمون هست 6 و 4. اوکی که بزنم از 100 تا 500 رو میاد مثلا من نشون بده، درسته؟ خب چیزی دیگه ای که بخوایم تنظیم بکنیم، اینجا زوم این و زوم اوت هم برایش مثلا در نظر میگیریم و دیگه اگر خواستیم این تایم و قسمت دیت تاریخ رو هم برایش در نظر میگیریم. خب میاد به این صورت قرار میگیره. خب این تا اینجا، حالا سیو میکنیم کامپایل. یه بار من میذارمش روی تایمر ببینم که نمودار آیا کار میکنه یا نه، بعد براش میریم روی حالت تایمر، حالت PLC رو هم براش در نظر میگیم. خب D6 شد دیتیلز، اینجا من میرم روی حالت تایمر، هر مثلا چقدر هر 1 ثانیه به من یه دونه نمونه بده. خب سیو کامپایل و آنلاین PLC مونم که وصله. خب اینجا D6 خب چرا تغییر نمی کنه؟ برای اینکه توی برنامه قبلی که ما نوشتیم D4 بود. خب D6 رو اینجا درش در نظر می گیریم، اینجا هم D6 رو با 500 مقایسه کنه. خب اینجا کامپایل و دانلود برنامه PLC رو با مبدل USB به 485 انجام میدیم. خب الان داره تغییر میکنه. خب حالا میایم توی برنامه PLC توی HMI آنلاین و خب اینجا D6 رو خب چرا تغییر نمی الان داره تغییر میکنه. خب خب این داره هر انگار هر 5 ثانیه داره نمونه میگیره. یه بار دیگه هر 5 ثانیه نه هر 1 ثانیه نمونه شو باید بگیره. خب یه بار دیگه
الان درست شد. خب برای زوم این و زوم اوت من اینجا به اضافه اینجا منها میذارم که مشخص بشه. خب الان داره این کار میکنه. خب حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم اینو با PLC کنترل بکنیم، یعنی با یه تریگری که از رو PLC میاد. پس میایم توی قسمت هیستوریکال بافر و تنظیمات، اینجا به جای تایمر میذاریم روی PLC. وقتی که تریگر رو روی PLC بذارین، این قسمت سامپلینگ سایکل همونطور که میبینی غیر فعال میشه، جایی هم نداره که من تریگر وارد بکنم. پس عملا اینجا که جایی نداره، اینجا هم که جایی نداره، خب حالا من میام اینو چیکار میکنم؟ میام میبرم روی حالت آنلاین، ببینیم چه اتفاقی میفته. دیگه نمونه برداری انجام نمیشه، این تغییرات داره اتفاق میفته. دی 6 داره الان 230 231 همینطور داره میره بالا، ولی نموداری ثبت نمیشه. چرا؟ چون تریگر رو من بهش ندادم. تریگر رو از کجا بدیم؟ قسمت آپشن کانفیگوریشن، قسمت کنترل بلاک، یه گزینه داره اینجا به نام سامپلینگ هیستوریکال هیستوری بافر. خب اینجا شما اگر این کار رو انجام بدین، اینجا میاد می نویسه که آدرسی که بهش اختصاص داده شده برای اینکه توی هیستوری اول بیاد، در واقع بافر اول بیاد سامپلینگ یا نمونه برداری رو بکنه، بیت صفرش باید یک بشه. خب اگر دو تا نمودار داریم، بیت یک باید یک بشه. خب بیت یک میشه یک صفر، یعنی شما باید مقدار دو رو بریزین توی دی صفر. ما چون یه نمودار بیشتر نداریم، پس مقدار یک رو باید بریزیم توی دی صفر. بعدی میشه چند؟ میشه یک صفر میشه دو، بعدی میشه یک صفر صفر میشه چهار، بعدی میشه یک صفر 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 که میشه هشت، همطور تا بالا. حالا اینجا چون ما قسمت بالای این رو، یعنی اسکرین نامبر و جنرال کنترل و کرف کنترل رو چون آدرس ندادی، میشد دی صفر. اگر مثلا اسکرین نامبر رو ما مقدار میدادیم بعد اینو فعال میکردیم، همطور که میبینید میشد دی یک. حالا ما با اسکرین نامبر تو این برنامه کاری نداریم، پس این میشه دی صفر. پس دی صفر رو ما باید یک بدیم. خب من میام اینجا مثل همین دی شیشی که اینجا گذاشتم، ببینید این دی شیشه، یه دونه دی صفر هم میذارم اینجا، اینو میذارم دی صفر. حالا اینو اگر من مقدارشو یک بذارم، میاد و فعال میشه و کار میکنه. ببینید خب الان، ببینید الان مقدارش خب داره تغییر میکنه، 460. من اینو میذارم یک. ببینید یه نمونه اینجا گرفته میشه، دوباره میذارم یک. ببینید دوباره میذارم یک، دوباره میذارم یک. ببینید داره نمونه داره گرفته میشه. حالا اگر دوباره بذارم صفر و یک، چون عدد شده 10 11، نمودار شما به شدت میاد پایین. خب حالا میتونم اینو از طریق برنامه هم بهش بدم. مثلا میام اینجا توی برنامه PLC، میام از همین مموری 1013 و 1000 و لبه بالا رونده 1013 و لبه پایین رونده 1013 اینجا استفاده میکنم. خب میگم هر موقع مموری 1013 لبه بالا رونده شد، شما موف کن کایک و موف کن کایک و تو دیه صفر. خب هر موقع لبه پایین رونده شد، شما موف کن کا صفر رو تو دیه صفر. این مدام هی دی صفر میشه یک و میشه صفر. پس توی هر یک ثانیه یه بار باید اون عمل نمونه برداری رو باید برای ما اینجا انجام بده، چون دیگه لازم نیست که ما بهش مقدار بدیم، خودش میاد این کار رو برای ما. چون توی PLC اومدیم دی یک دی صفر رو مدام صفر و یک میکنیم، عمل نمونه برداری رو باید برای ما انجام بده. ببین اینجا داره دی صفر هی مدام یک و صفر میشه. پس همونطور که میبینید این عمل نمونه برداری رو داره برای ما داره انجام میده. ببینید پس ما الان عملا اومدیم زمانی که میخواد تریگر، یعنی زمانی که نمودار میخواد رسم بشه رو وابسته کردیم به یه تریگر از PLC. حالا به جای این پشت سر هم صفر و یک شدن، شما میای یه کاری رو انجام میدی، یه محصولی رو مثلا میاد انجام میده،
یک لحظه خاص شما میخوای دمای اون محصول رو بگیری، همون لحظه ای که میخوای دما رو بگیری یه مموری رو فعال میکنی و اون مموری رو وابستهش میکنی به این قسمت مربوط به گرفتن سمپل یا یه نمونه از نموداری که برای شما مد نظر هستش. پس یه بار دیگه من مسیر رو میرم اینجا، ببینید Option, Configuration و Control Block و Sampling History Buffer که من D0 رو اینجا الان بهش اختصاص دادم. عرض کردم این ممکنه توی برنامه شما D0 نباشه، اگر از Screen Number و موارد دیگه ای که این بالا هست اگر انتخاب بکنی اینجا دیگه D0 نشه. هر آدرسی که بهش اختصاص داده شد شما کافیه که این Sampling Flagی که اینجا تا مثلا نمونه های مختلف برش در نظر گرفته شما میتونین بهش اختصاص بدین و ازش توی برنامه استفاده کنین. دقت داشته باشین اینجا بیت هستش، مثلا بیت 4 اگر باید 1 بشه میشه 1 0 0 0 0، یعنی در واقع قبلش میشه 1 2 3 4 تا 0 که شما میشه 1 با 4 تا 0. اینو دسیمالش میکنین از حالت باینری، اون عدد رو داخل اون حافظه بریزین، این کارو برای شما انجام میده. خب این توضیحات از اینجا. یک چیزی دیگه هم که اینجا داشتیم اگر من بتونم اونو پیدا بکنم خدمت شما توضیح بدم، کجا بود؟ آها، Enable Active Bit. خب اینجا شما میتونید یه مموری در نظر بگیرین، خب میتونه قسمت تریگرش به PLC یا تایمر فعال باشه. توی یک لحظات خاص شما اگر مثلا اینجا تایمر داشته باشیم، خب مثلا من تایمر داشته باشم، حالا ما میذاریم همون PLC باشه چون الان اینجا PLC هم شبیه تایمر کار میکنه دیگه، روی تایمر داره پشت سر هم داره نمونه برمیداره. توی یک لحظات خاص شما نمیخوای نمونه برداری، اونجا میتونی چیکار کنی؟ میتونی یه enable active bit رو براش در نظر بگیری، بگی اگر این MF یا این تریگر اگر حالا Y X حالا فرق نمیکنه اگر فعال بود نمونه رو بگیر. خب ببینید من الان M10 رو بهش اختصاص دادم، یه دونه اینجا باتون در نظر میگیرم حالت مینتین، اینو بهش میگم M10 با شما. خب اینجا M10 و برای حالت یکش رنگ سبز رو در نظر بگیرم که بدونم که این الان فعال شده. خب سیو تولز و آنلاین، ببین چه اتفاقی میفته. ببین این دی صفر مدام داره 0 و 1 میشه ولی شما میبینید که هیچ نمونه برداری انجام نمیشه. من اینو باید فعالش بکنم. این اگر فعال باشه شما میبینید که نمونه برداری رو اینجا میاد برای ما انجام میده. خب پس توی لحظاتی که اگر شما مثلا تایمر دارین داره عمل تایمینگ شما رو انجام میده، شما میتونید براش در نظر بگیرید که توی فلان بازه خاص مثلا شما عمل نمونه برداری رو انجام نده. مثلا من ببینید الان 500 که شد، خب من اینجوری برای بازه مثلا 0 تا 20 میگم عدد به من نشون نده، من نمیخوام مثلا 0 تا 30 رو برای من نمونه برداری نکن. 30 که شد حالا بیا این مموری 10 رو برای من فعال کنه، الان شد 30، من نمونه اون مموری رو فعال میکنم میگم از 30 به بعد. حالا این سیه میتونه از یک مرحله باشه، از یک دما باشه، از یک ست شدن یک مموری یا خروجی یا فیدبکی از ورودی باشه. شما میتونی اونو در واقع وابستهش بکنی به این انیبلی که شما اینجا دارین. پس شما میتونی یک نمودار رو با تایمر کنترل بکنی، با یک تریگر از PLC کنترل بکنی و یک انیبل هم برای کل نمونه برداری در نظر بگیری که اگر اون تریگر فعال نباشه عمل نمونه برداری برای شما صورت نگیره. پس اینجا با این کار شما میتونی با تریگر و این انیبله کاری بکنید که زمانهایی که برای شما مهم نیست نمودار هم رست نشه و فقط اون لحظاتی که برای شما مهم هست نموداره برای شما رست بشه و شما بتونید نمودار رو به صورت دقیق‌تر و واقعی‌تر روی قسمت در واقع نمودار و صفحه HMI خودتون داشته باشه. این هم توضیحاتی از این قسمت که خدمتتون ارائه شد. امیدوارم که این فیلم آموزشی برای شما مفید بوده باشه. تا فیلم‌های آموزشی همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. پیروز باشید.